سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. هموطنان گرامی سلام عرض می کنم. نام نور احمد است، خالدی. در برنامه امروز می خواهم راجع به دهلیز واخان صحبت کنم. موضوع دهلیز واخان، موضوع بخصوص موضوع ایجاد یک سرک ترانزیتی بین افغانستان و چین از طریق کوریدور واخان یا دهلیز واخان اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده. پاکستانی ها هم علاقه دارند. پاکستان به آسیای میانه است از طریق تاجیکستان وصل کنند از طریق واخان. به این خاطر این موضوع در پاکستان و در افغانستان علاقمندان بسیار پیدا کرده و نظریات مختلف گفته میشه، در این مورد ابراز میشه. حتی طالبا هم شروع کردن ایجاد یک سرک جغلای خامه ای را در واخان. واخان یک ولسوالی است در ولایت بدخشان افغانستان که به شکل یک دهلیز که عرضش کم است، در قسمتش کاشه مجده کیلومتر و در وسطش 70 کیلومتر، در اخیرش در سرحد چین 60-65 کیلومتر، اما طولش 360 کیلومتر طول داره. ای افغانستان با چین در شرق وصل میکنه، در شمالش تاجیکستان قرار داره و در جنوبش پاکستان. یعنی پاکستانی که فعلا مناطق گلگت بالستان کشمیر در اختیارش است و قسمت خیبر پختونخوا اینجاست و گلگت بالستان و کشمیر در این منطقه قرار داره. دهلیز واخان اگر ما از اشکاشم در نظر بگیریم، تا سرحد چین به این شکلش این دهلیز واخان است. این البته از لحاظ تاریخی این منطقه است که در مسیر راه ابریشم قرار داشت. راه ابریشم از طریق از این میگذشت و در اون زمان ها که این راه ابریشم جنوبی بود و حتی مارکوپولو جهانگرد معروف اروپایی از امی راه از طریق ایران به چین سفر کرده بود. به نام بام دنیا یاد میشه چون منطقه بسیار بلند است. حد متوسط 4000 متر از سطح بحر ارتفاع داره. در قسمت کوتل واخجیر در سرحد چین 4900 متر و در قسمت اشکاشم در حدود 3500-3600 متر ارتفاع داره. 18000 نفر در اینجا زندگی میکنه که مردم واخیستن، اکثرا مردم واخیستن که به زبان واخی صحبت میکنن، که از نژادهای مختلف بخصوص از نژاد قرغز تشکیل شدن. نزدیکترین شهر چین در این منطقه شهر تاشقرغان است که شهر تاشقرغان در نزدیکی های سرحد تاجیکستان است و مردم تاجیک تبار چینی در اینجا زندگی. دهلیز واخان از اشکاشم تا سرحد چین
در حدود 350 کیلومتر فاصله داره. در سرحد چین اینجا یک کوتل است به نام کوتل واخجیر، 4900 متر ارتفاع داره و در قسمتش کاشم ارتفاع منطقه در حدود 3700-3600 متر است. به صورت متوسط ارتفاع دهلیز واخان از سطح بر به حدود 4000 متر میرسه. در شمال کوههای پامیر قرار داره بین افغانستان و تاجیکستان. در شرق کوههای تیانشان که ادامه هیمالیاست قرار داره. در جنوب کوههای قراقرم است و در غرب که می فهمیم این همش کوههای هندوکش است. امی منطقه را به نام نات دنیا یا گره کره زمین هم یاد می کنند. از یک واخانه به نام بام دنیا یاد می کنند. در مجموع می پامیره که این منطقه پامیر است، چی در تاجیکستان، چی در افغانستان و چی در قسمت چین و چی در قسمت شمال چترال و پاکستان فعلی. این به نام پامیر یاد می کنند. این به نام بام دنیا یاد می شه چون ارتفاع بسیار بلند دارد. در پامیر یا در واخان مربوط افغانستان در که عرض کردم بین اشکاشم و تا سرحد چین 350 کیلومتر، در قسمت اشکاشم عرض زی 18 کیلومتر است، در قسمت چین در حدود 65-70 کیلومتر و در قسمت وسطی ازی در اینجا در حدود 70 کیلومتر عرض دارد. یعنی یک در مجموع این منطقه 14000 متر مربع چیز مساحت داره و 18000 نفر در این دهلیز زندگی میکنن، در ولسوالی واخان زندگی میکنن. مردم واخیستن، به زبان واخی صحبت میکنن که امو قرغز و واخی. مردم مسلمان هستند، اکثرا شیعه مذهب و با از طریق مواشی، پرورش مواشی و چوپانی زندگی می کنند. گله های رمه های گوسفند و بز و غژگاو و غیره دارند. از غژگاو به عنوان وسایل ترانسپورتی هم استفاده می کنند، نقلیه. فعلا از اشکاشم، از فیض‌آباد تا اشکاشم سرک خامه است، از اشکاشم تا لنگر و از لنگر تا خندود و تا قسمت که به نام سرحد بروغیل یاد میشه که این سرک فقط از این سرحد بروغیل و که این سرک فقط در امتداد دریای پنج، البته در این قسمت ای به نام دریای پامیر است و از قسمت سرحد با تاجیکستان به بعد به نام دریای پنج یاد میشه و این دریای پنج بالاخره میره به دریای آمو میریزه. و فعلا طالبا مشغول احداث یک سرک هستند از این سرحد بروغیل، مخصوصا از این قسمت 50 کیلومتر یا 49 کیلومتر از سرحد با چین در این قسمت که کوتل واخجیر یاد میشه. از این کوتل واخجیر تا بروغیل ایره مصروف ساختن سرک هستن خامه ای که 5 متر عرض داره و البته جغله ای است. اون سرک در آینده شاید امکانات احداث سرک اصلی اصولی ترانزیتی را فراهم کنه. سرک فیض آباد تا جرم فکر می کنم اسفالت شده است. در زمان جمهوریت کار سرک جرم تا اشکاشم هم شروع
شده بود، نمیفهم فعلا در کجا رسیده کارش. اما سرک از اشکاشم تا به سرحد بروغیل این سرک خامه ای بسیار خراب است، اصلا سرک نیست، بعضی جایا فقط یک ترک است. اگر قرار باشه افغانستان با پاکستان با چین از طریق دهلیز واخون وصل شوه، باید یک سرک اساسی ترانزیتی به سطح بین‌المللی از فیض آباد تا اشکاشم، از اشکاشم تا این سرحد بروغیل و از سرحد بروغیل تا سرحد چین در این کوتل وخجیر ساخته شوه و این کوتل وخجیر هم یک تونل ضرورت داره که با چینایا بسازن و از اینجا چینایا 100 کیلومتر سرک نو باید بسازن، اینه به شاهرهای قراقرم وصل کنن. این شاهرهای قراقرم هم شاهرهایی است که شهر کاشغره از چین کاشغره وصل میکنه از طریق پامیر به اسلام آباد و از طریق اسلام آباد بالاخره به بندر گوادر، به بندر گوادر در پهلوی کناری دریای عمان وصل میشه و این یک شاهرهای یک پروژه بزرگی به سلسله پروژه های کمربند و سرک است، کمربند و جاده است که چینایی ها کارش با همکاری پاکستانی ها شروع کردن و تکمیل کردن و این مورد استفاده از چندین تونل زده شده و این شاهرهای اساسی بختی قریبی شده فعلا وجود داره که چین به بندر گوادر وصل میکنه در ایالت بلوچستان پاکستان. اگر قرار باشه شاهرهای ترانزیتی از فیض‌آباد تا سرحد چین و بالاخره تا شاهرهای قراقرم ادامه پیدا کنه یا ساخته شوه، این شاهرها طول 600 چند کیلومتر خواهد بود، برای که این قرار است از فیض‌آباد سرک نو ساخته شوه که ای به اشکاشم و از اشکاشم ای ادامه پیدا میکنه با در سرحد با تاجیکستان و ای بالاخره میره به منطقه به نام سرحد بروخیل در داخل دهلیز واخان و از اونجا ای به کوتل واخجیر در سرحد چین و از اینجا 100 کیلومتر دیگه امتداد پیدا میکنه تا شاهرهای قراقرم. یعنی در مجموع از فیض‌آباد تا اشکاشم در حدود 140-150 کیلومتر است و از اینجا از اشکاشم تا به سرحد چین 350 کیلومتر است و از سرحد چین که کوتل واخجیر یاد میکنن تا شاره قراقرم 100 کیلومتر دیگه سرک جدید باید ساخته شد. یعنی در مجموع 640-650 کیلومتر سرک تازه یه ترانزیتی به سطح بلیوی باید ساخته شود و اگر کم خط آهن هم پالی شیداست میشه که فبه ها. در قسمت کوتل واخجیر باید تونل از چینایا بزنن که این کوتل 4900 متر ارتفاع داره سطح بر. در قسمت اشکاشم ارتفاع سطح بر در حدود 3500 متر است، یعنی در مجموع به صورت متوسط دهلیز واخان 4000 متر از سطح بر ارتفاع داره و همچنان از فیض‌آباد تا اشکاشم همش از دره ها باتی سرک بگذره، یعنی در مجموع 640-650 کیلومتر سرک تازه.
و اگر پاکستانی ها قرار باشند به این سرک به این منطقه خود وصل کنند، یا پاکستانی ها باید از چترال یک سرک اساسی بسازند. فعلا این سرک خامه جریان داره و این سرک اساسی میره تا به منطقه تا سرحد افغانستان در واخان که به نام بندر کرچ قرار داره. و از اینجا ایش در دو سی سی و پنج کیلومتر دیگه این سرک باید وصل شود با شاهرای که افغانستان قرار است بسازد در دهلیز واخان. و همچنان این سرک بالاخره باید در منطقه تا منطقه خرگوش ادامه پیدا کند تا بین افغانستان و تاجیکستان. منطقه خرگوش اینجاست و از منطقه خرگوش این سرک قرار است بره به سرک شاهرای پامیر تاجیکستان وصل شود. شاهرای پامیر تاجیکستان این شاهرای است که از اینجا فعلا ساخته شده است، موجود است، این رفته به سرحد قرغزستان وصل شده. و از این منطقه خرگوش پاکستانی ها میتونن از این شاهرای پامیر استفاده کنن در خاک تاجیکستان و در کنار سرحدات افغانستان. و این بالاخره در تاجیکستان از منطقه کلاب این شاهرای پامیر میره تا به دوشنبه، یعنی از شهر دوشنبه تا منطقه خرگوش و از خرگوش تا چترال سرک نو باید ساخته شود. و از چترال فعلا این سرک تا پشاور موجود است. یعنی در مجموع این سرک در مجموع از دوشنبه تا چترال تا و تا پشاور 1400 کیلومتر ای فاصله داره که از چترال تا کولاب در تاجیکستان تمام از ای که بیش از 800 کیلومتر میشه ای از کوههای صعب العبور عبور میکنه پوشیده از برف و حفظ مراقبت دی بسیار مشکل است. در حالی که فعلا پاکستان از طریق پشاور، جلال آباد، کابل، از کابل تا پل خمری، از طریق شاهرای سالنگ، از پل خمری دو شاهرا وجود دارد. یکی میره به بندر شیرخان بندر در شمال قندوز با سر دریای امو و دیگه از پل خمری میره حیرتان، مزار شریف حیرتان در سرحد ازبکستان. یعنی فعلا پاکستانی ها ارتباط دارن و میدونیم که از سرحد افغانستان از شیرخان بندر تا به دوشنبه و از ازبکستان از ترمیز تا سمرقند و بخارا و یا شهرهای اساسی موجود است که پاکستانی ها میتونه از استفاده کنند. از دوشنبه که اینجاست تا پشاور سرک موجودی بسط بنیمیلی
860 کیلومتر است. در مقابل سرک دوشنبه تا به پیشاور 1400 کیلومتر می باشه. خب از منطق اقتصادی هیچ حکم نمی کنه که پاکستانی ها از طریق واخان و سیچان با آسیای میانه، بلیدی که هم از لحاظ مصارف حمل و نقل زیاد میشه، هم مصارف به اصطلاح ترمیم و حفظ و مراقبت در این مناطق برای پاکستانی ها. اما از لحاظ استراتژیک اگر پاکستان نخواهد بیشتر وابسته به افغانستان باشه، یعنی فقط 18 کیلومتر یا 30 کیلومتر در خاک واخان قبول کنه که با افغانستان ترانزیت بده، در غیر از این میتونه از این طریق استفاده کنه. برای چینایی ها فعلا این اقتصادی نیست که از طریق واخان، کریدور واخان یک سرک ترانزیتی بسازن که سرک ترانزیتی با چیز وصل شوه. با افغانستان به شهرهاش وصل شوه. چون فعلا پاکستان از طریق از کاشغر، از شهر کاشغر، از طریق شهرهای قراقرم به اسلام به گلگت و از گلگت به اسلام آباد و بالاخره بندر گوادر ارتباط دارد. در کنار بحری عرب، بحری عمان. و همچنان چینایا از طریق از کاشغر و قرغیزستان ارتباط دارن از طریق شاهرهای بسیار در جوال و بالاخره به شهر دوشنبه و از اینجا با هم از شاهرها و هم از طریق خط آهن با سرحدات افغانستان ارتباط دارن. تجارت چین فعلا با افغانستان از این طریق صورت میگیره، از حیرتان و یا از طریق حیرتان یا از طریق دیگه شاهراها، هم از طریق خط آهن و هم از طریق شاهرهای ترانزیتی موتره. بنابراین ایجاد یک سرک تازه که 600 چند کیلومتر که حدود 5-6 میلیارد دلار مصرف ایجاد میکنه که ساخته شود بین شهرهای قراقرم تا به فیض آباد و همچنان حفظ مراقبت از این برای چینایی ها هم برای افغان ها بسیار مشکل است. شما تصور کنید سرک کابل مزار شریف 420 کیلومتر است از اینجا تا اینجا، فقط بین خنجان، از این قسمت خنجان تا قسمت اولنگ در سالنگ که 30-35-40 کیلومتر میشه، این صعب العبور است که تونل سالنگ وجود داره. ما اینمی افغانستان قابلیت اینمی رو نداره که اینمی در طول 12 ماه سال باز نگه کنه. شما تصورش کنین
که ما اگر 30 کیلومتر ما نمیتونیم باز نگه داریم از لحاظ برف کوچ و برف باری و در حالی که تمام تل سالنگ در حدود در سطح ارتفاع 2000 متر سطح برف قرار داره، در حالی که این تمام واخان در ارتفاع 4000 متری قرار داره و بندر و کوتل واخچیر خودش 4900 متر است. اینا رو شما تصورش کنید که 600 کیلومتر که از کابل تا به مزار شریف و چی که حتی تا شبرغان هم، از کابل تا شبرغان شما این فاصله هسته کنید، از شبرغان تا کابل و از فیض‌آباد تا شهرهای قراقرم ما اگه 30 کیلومتر حفظ مراقبت باز نگه داشته نمیتونیم در سالنگ ها، شما 600 کیلومتر چطور میتونین حفظ مراقبت کنین و برای طول 12 ماه سالی رو باز نگه دارین، در حالی که 9 ماه سال اینجا برفباری وجود داره و شرایط بسیار سخت موجود است. یعنی همین 600 کیلومتر 600 کیلومتر مثل سالنگ است. به این خاطر این شهرها فعلا برای افغانستان اگر ساخته میشه حفظ و مراقبتش بسیار مشکل است. البته برای افغانستان بسیار ارزش جیوپولیتیکی داره، جیوستراتژیک داره، استراتژیکی داره که افغانستان از وابستگی به پاکستان بی‌نیاز می‌سازه. همچنان افغانستان از وابستگی به ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان در تجارت با چین بی‌نیاز می‌سازه. اما این حفظ مراقبت نزید بیسه ناگفته نمانه که ایجاد همچون سرک برای مردم و واخان فوقلاده اهمیت داره. فعلا طالبا از قسمت بروغیل تا به سرحد چینه که در روز 49 کیلومتر میشه مصروف ساختن یک سرک خام هستن که عرضش 5 متر است و این سرک البته تکمیل شدنش و ادامی از این کار طالبان میکنن تا شهر تا اشکاشم، ای برای مردم واخان بدون شک بسیار تسهیلات زیاد فراهم میکنه که فوق العاده کار مهم است. های سرک باید ساخته شود و بالاخره باید قیریزی شود و اسفالت شود، در حال که فعلا تنها پروژه خامی زیر روی دست است. برای چینایی ها موضوع مهم دیگه که اهمیت دارد در ارتباط دهلیز واخان و ایجاد یک سرک ترانزیتی در قسمت موضوع امنیت ملی چین است. در ایالت سینکیانگ چین که امی منطقه این امی منطقه است تا سرحد افغانستان یا این منطقه چون اکثر مسلمانشین است، مرکز از اورومچی است و کاشغر یکی از شهرهای مهمش است. جنبش ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی فعال است، حتی یک حکومت خارج است یا جلای وطن هم ساختن. تمام جهان غرب مخصوصا امریکا و CIA از یا حمایت میکنند و یکی گفته میشه یکی از دلایل مهمی که امریکایی ها با طالبا معاهده دوحه امضا کردن همین بود که از طالبا وعده گرفته بودن که با برادرای مسلمان خود در ایالت سینکیانگ چین همکاری کنند و از گروپ یا حزب اسلامگرای اسلامی حزب اسلامی ترکستان شرقی که در اینجا فعال هستند حمایت و به می خاطر در گفته میشه که در ماده دوحه بعد پروتکل‌های مخفی است که به این ارتباط کمک با CIA برای کمک به جنبش اسلامی ترکستان شرقی شامل شده. از این خاطر چینایی‌ها موضوع امنیت منطقه را بسیار جدی گرفتند. همچنان برای تاجیکستان و ازبکستان این موضوع اهمیت دارد. مخصوصا در تاجیکستان خبر داریم در گذشته جنگ داخلی جریان داشت، در اونجا گروه های
اسلامگرای تاجیکستان با دولت مرکزی می جنگید. هم اکنون تاجیک ها چندین پایگاه خارجی به شمول پایگاه روسا در جنوب تاجیکستان دارند و دو پایگاه دیگر چینایی ها ساختند برای تاجیک ها در نزدیک های سرحدات افغانستان و خود تاجیک ها در اینجا پایگاه نظامی دارند به این صدا. از این نکته مورد نظر از این لحاظ ایجاد یک شاهرای تازه ترانزیتی از طریق علیل واخان خطرات افزایش تروریسم اضافه میکنه برای چین. برای چین یک دغدغه خاطر جدید ایجاد خواهد کرد، چون با ایجاد همچین یک دهلیز ترانزیتی فعالیت زیاد میشه، مردم زیاد به منطقه میریزن و از این تروریست ها استفاده خواهد کردن تا به کاشغر به ایالت سینکیانگچی نفوذ کنند. از این لحاظ چینایی ها این موضوع را برشان اهمیت دارد که امنیت ایالت سینکیانگچی حفظ کنند. به این خاطر افزایش ترانزیت و افزایش دسترسی مردم و ترانسپورت و توریست ها به این منطقه واخان افغانستان که تافیل هم بسیار آرام است، حتی در زمان جمهوریت که طالب ها فعال بودند در دیگر مناطق افغانستان واخان از امنیت نسبی برقرار بود. بنابراین طالب ها و چینایی ها آرزو ندارند امنیت نسبی به هم بخورده اینجا. و همچنان تاجیکستان با روسیه و چین و سایر مناطق آسیای مرکزی در این قسمت در تماس هستند که فعالیت های خود در قسمت امنیت سرحدات جنوبی خود هماهنگ سازند و اجازه ندن که فعالیت های تروریستی از این مناطق به آسیای مرکزی به خصوص فعالیت های داعش گسترش پیدا کنند. خب امیدوار هستم معلوماتی که ارائه شد طرف استفاده دوستا قرار بگیره. تشکر. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.